دولت ترکیه قبور امامزادگان و صحابه پیامبر را تخریب کرد. به گزارش روزنامه رسمی کشور ترکیه، روز چهارشنبه دولت این کشور یک قلعه تاریخی که در آن قبور و ضریح صدها امامزاده و صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار داشت را به وسیله بسته‌های انفجاری و دینامیت منفجر و آن را با خاک یکسان کرد. روزنامه زمان چاپ ترکیه در گزارش خود ضمن اشاره به زوایای این حادثه غیر انسانی، این اقدام را بزرگترین تخریب در تاریخ بعد از اعمال خشونت‌آمیز مغول‌ها دانست. در ادامه این گزارش آمده است دولت اردوغان به بهانه ساختن سدی به نام ایلیسو، قلعه تاریخی ضربخانه واقع در دره‌ای در منطقه حسن‌کیف شهر باتمان که در آن مزار نوادگان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و 366 صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار دارد را تخریب کرد. همین بلوت نایب رئیس کمیسیون حمایت از طبیعت با تقبیح این اقدام گفت ما سالها تلاش کردیم که منطقه حسن‌کیف را از غرق شدن نجات دهیم. بیفزود ما این عمل ناپسند را محکوم می‌کنیم و آن را اقدامی افراطی می‌دانیم، اقدامی که هیچ احترامی به اعتقاد دیگران ندارد. بیفزود این اقدامات شنیع از سوی دولت این کشور جنایت غیر انسانی و اهانت به تاریخ بشریت تلقی می‌شود و باید حدی برای این اعمال گذارده شود.